حمید لولایی متولد 1334 در محله اشرت آباد تهران و اصالتاً شمالی است، اما بزرگ شده محله اشرت آباد تهران است. وی متأهل می باشد و دو دختر به نام های مریم و سارا دارد. کار تئاتر را به طور جدی در سال 58 با بازی در نمایشی به کارگردانی مرحوم رضا ژیان و سیاوش طهمورث شروع کرد. پیکر تراش فیلم سینمایی بود که از آن به عنوان کار دوم خود یاد می کند، اما این فیلم به اکران عمومی در نیامد و هیچ وقت دیده نشد. در سال 69 در کلاس مدیریت سینما شرکت کرد و پذیرفته شد و مدیریت سینمای عصر جدید را به عهده گرفت. مدیریت سینمای آزادی او را دوباره به دوستان قدیمیش رساند که این دیدار مجدد موجب روی آوردن دوباره لولایی به بازیگری شد. فراموشخانه مجموعه ای بود که با آن کاروبارش رونق یافت. به همین خاطر از مدیریت سینما استعفا داد و به بازیگری روی آورد. با ساعت خوش قدم به عرصه طنز گذاشت. داریوش کاردان اولین کسی بود که قابلیت های او را در این وادی کشف کرد. چند سال بعد پس از چند سال دوری با ایفای نقش خشایار مصطفی در مجموعه زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان دوباره به بازیگری مطرح و محبوب تبدیل شد. حمید لولایی در سال 69 وقتی 35 ساله بود در یک مهمانی خانوادگی عاشق یک دختری شد و با او ازدواج کرد که ثمره این زندگی دو دختر به نام سارا و مریم است. حمید لولایی میگوید یکی از دخترانم به آلمان رفت و در آنجا تحصیل کرده. دختر دیگرم هم در ایران علوم آزمایشگاهی خوانده. آنها را به ورزش، موسیقی و ساز پیانو تشویق کردم، اما علاقهشان به همان رشته های خودشان بود. حمید لولایی در مورد بیماری روحیش اینگونه توضیح داده: من برای بازی در نقش خشایار مصطفی حدود یک سال و نیم با این کارکتر زندگی کردم و بعد از اینکه کار به پایان رسید دچار بیماری روحی شدیدی شدم. وقتی به دکتر مراجعه کردم دکتر گفت این بیماری به این دلیل است که مدت زیادی در این تیپ بوده ای و از خود واقعیت فاصله گرفته ای و این بیماری با هیچ دارویی درمان نمی شود. حدود 6 ماه گذشت تا کم کم آرام شدم و حالم بهتر شد. حمید لولایی میگوید بعد از سربه‌داران حدود 7 سالی از کار بازیگری کناره گرفتم و مدیریت یک سینما را بر عهده گرفتم. در آنجا چند باری کسانی که قبلا با آنها کار کرده بودند مرا دیدند و دعوت آنها باعث شد دوباره از ابتدای دهه 70 به بازیگری روی آورم. من با تکیه کلام هایی که از قبل تعیین می شوند مخالفم. مثلا تکیه کلام خشایار مصطفی به هنگام فیلم برداری ایجاد شد. در بخشی از داستان باید حرفی می زدم و برای تایید گرفتن می گفتم نه غلام. به لحاظ شیرینی این واژه و رواجش بین مردم از آن استفاده کردم. خشایار مصطفی خیلی به دل مردم نشست و همواره من را به آن می شناسند. خشایار ناخودآگاه بر شخصیتم خیلی اثر گذاشت. حمید لولایی علت 3 سال دوریش از تلویزیون را اینگونه توضیح داد: تلویزیون پول نداشت و این 3 سال واقعا کار نبود که به تلویزیون بیایم. این بازیگر کمدی درباره علت سالهای دوریش از تلویزیون عنوان کرد که تلویزیون با مشکلات مالی مواجه بود و به طور کلی این وقفه به نبود کار برمیگشت. وی در ادامه یادآور شد به طور مثال هر سال بهترین زمان یعنی عید و ایام رمضان متعلق به مجموعه های موفق مهران مهام بود، اما در حال حاضر با شرایطی که تلویزیون با آن مواجه است بسیاری از هنرمندان گزیده کار می کنند. در حال حاضر نیز کمپین هایی در تلگرام درست کردند که هنرمندانی مطرح مثل رضا عطاران به تلویزیون بازگردند. این 3 سال واقعا کار نبود که ما به تلویزیون بیاییم.
زمانی که آقای مهان بیکار شوند ما هم بیکار می شویم. البته یک سری کارهایی در نمایش خانگی و سینما داشتم، اما آنها نیز هر کدام مشکلات خود را داشتند. به عنوان مثال فیلم سبیگانه قرار بود سال گذشته اکران شود، اما با مشکلاتی مواجه شد. بنابراین آن چیزی که به دل آدم بنشیند نبود، چرا که به هر حال من بیشتر کار تلویزیونی کردم و کار سینمایی و نمایش خانگی باب میلم نیست. حمید لولایی درباره همکاریش با برزو نیک نژاد و مهران مهام نیز اظهار کرد: تنها گزینه‌ام برای کار در مجموعه پنچری خود کارگردان بود. من از برزو نیک نژاد آنقدر تعریف شنیدم و کارهایشان را دوست داشتم که تصمیم گرفتم حتما با ایشان کار کنم. حتی راجع به نقش من چیزی توضیح ندادند و فقط مهران مهام مطرح کرد که باید کاری را شروع کنیم و من هم پذیرفتم. حمید لولایی بازیگری است که با مجموعه ساعت خوش مانند بازیگران دیگر سعید آقاخانی، ارژنگ امیرفضلی، یوسف صیادی، نادر سلیمانی، نصرالله رادش، مهران مدیری، فاطمه هاشمی و بسیاری دیگری از بازیگران طنز به شهرت رسید. در سالهای بعد با بازی در مجموعه مجید دلبندم برای گروه کودک و نوجوان در نقش آقای گلابچی، مجموعه قطار ابدی به کارگردانی رضا عطاران و در سال 80 با ایفای نقش خشایار مصطفی در مجموعه زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان دوباره به بازیگری مطرح و محبوب تبدیل شد و تا به امروز در بسیاری از سریال ها و فیلم های طنز بازی کرده است. وی به دلیل محبوب شدن نقش خشایار مصطفی آن نقش را دوباره بعد از 5 سال در سریال زندگی به شرط خنده ایفا کرد و بعد از 10 سال دیگر در سریال زیر آسمان شهر 4 دوباره آن نقش را ایفا خواهد کرد. آقای بازیگر می گوید: از زمان کودکی عاشق بازیگری بودم. با استفاده از جعبه پودر لباسشویی و چسباندن عکس و درست کردن ماسک برای صورت، بچه های محل را دور خودم جمع می کردم و بازیگری و گویندگی انجام می دادم. در سال 57 وقتی 23 ساله بودم، به خاطر علاقه‌ام به کارگردانی در یک آموزشگاه در میدان فردوسی دوره دیدم و همزمان با جنگ تصاویری از شهدا و مراسم‌های مذهبی را تهیه می‌کردم. در سال 58 به طور حرفه‌ای کار تئاتر را با دوستانی مثل مرحوم رضا ژیان و سیاوش طهمورث شروع کردم. سپس به سربازی رفتم و پس از بازگشت یک دوره کلاس‌های هنرهای زیبا را به صورت شبانه گذراندم. سپس در آموزش و پرورش مدتی برای بچه ها تئاتر تدریس می کردم. در 25 سالگی از سربازی که برگشتم به کلاس های بازیگری رفتم. در هنرهای زیبا اساتیدی بودند که به تئاتر معرفیم کردند. در آن حین با افرادی آشنا شدم که متوجه استعدادم در این زمینه شدند و دعوت به همکاری در 2 سکانس از سربداران شدم. این روند ادامه داشت تا زمانی که فهمیدم عده‌ای قصد دارند کار طنز انجام دهند و آنجا بود که با مهران مدیری و گروه ساعت خوش آشنا شدم. بهترین مشوقم در بازیگری خانواده‌ام و به خصوص مادرم بود. شاید از نظر مالی کمک چندانی نمیتوانست بکند، اما مشوق خوبی بود. من از کودکی همسایه ها را جمع می کردم و برای آنها تئاتر اجرا می کردم. در گروه تئاتر مدرسه هم عضو بودم. موسیقی را خیلی دوست داشتم و دارم، چون موسیقی به ریتم زندگی کمک می کند. مدتی با ستاری که خریده بودم تمرین می کردم، اما چند سال پیش در 3 ماهی که شمال بودم رطوبت آنجا باعث شد سازم از بین برود. عاشق سوارکاری هستم و فوتبال را خیلی دوست دارم. به بازی چارلی چاپلین و پرویز پرستویی علاقه فراوانی دارم
و از رضا عطاران به عنوان یک آدم خوشفکر و بسیار فروتن یاد می کنم. حمید لولایی در سال 93 در فیلم سبیگانه نقش آفرینی کرد. وی در این فیلم در نقش یک آخوند بازی کرد که شباهت گریم او به حسن روحانی و مهدی مظلومی کارگردان به جن پیوسته این فیلم مدت‌ها باعث شد توقیف باشد. سرانجام در سال 95 این فیلم اکران شد.